سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فاطمه هستم، دانشجوی سال 2 PhD مستقیم رشته مهندسی پزشکی توی دانشگاه تورنتو به شکل فود فاند، و امروز میخوام باهاتون راجع به گرفتن ویزای آمریکا و پروسه سفارت صحبت بکنم. اگه از خودتون میپرسید خب توی کانادا چه راجع به آمریکا صحبت میکنید، دلیلش اینه که خب من قبل از اینکه پذیرش کانادا بیام پذیرش آمریکا داشتم، رشته فارماسوتیکال ساینسز PhD مستقیم فول فان از دانشگاه فلوریدا، ولی متاسفانه 17 می رفتم سفارت و هنوز که هنوز منتظر ویزام. وقتی که میرین سفارت سه حالت داره: یا درجا بهتون ویزا میدن، یا متاسفانه ریجکتتون میکنن، یا بهتون میگن که برو تو پروسه کلیرنس. و کلیرنس یعنی این که آفیسر مدارکتون رو میگیره، ازتون سوال میپرسه از طریق ایمیل، و باید منتظر بمونین تا اینکه آپدیت بخورین و بهتون بگن که خب کیستون آماده است و میتونین پاسپورتتون رو بفرستین. برای پروسه کلیرنس اصلا مشخص نیست که چند ماه طول میکشه، خیلی شانسیه، خیلی به آفیسر بستگی داره، خیلی به کیستون بستگی داره، و با اینکه کیس من خیلی سیف بود ولی من هنوز که هنوز منتظر. خب بریم سراغ خود پروسه سفارت، اینکه اصلا کجاها میتونیم بریم، اینکه اصلا چجوری باید بریم، چه مدرکی باید ببریم و چه سوالایی رو باید آماده بکنیم. یک برگه‌ای داشتم اون موقع و کل سوالایی که میخواستم آماده بشم و کلی تمرین کرده بودم و کلی مدرک به خودم برده بودم، ولی الان میخوام براتون چکیده یه تمام چیزایی که یاد گرفتم و بگم تا ایشالا شما بشه ویزاتون رو سر موقع بگیرین و به پروگرامتون برسید. اول از همه این که شما چون توی ایران ما متاسفانه سفارتخونه نداریم، بعد به کشورهای اطراف سفر بکنیم. دوحه پایتخت سفر قطر کرد. مثلا میتونیم بریم دوحه، ارمنستان، ترکیه، حتی بعضی میرن پاکستان یا جاهای دیگه. برای من خب زمانی که من شما اپلای میکردم دوحه خیلی بیشتر ویزای درجا میداد و من فکر میکردم که ویزام درجا بشه، برای همین رفتم دوحه و یه تایمی رو بوک میکنین. یکم گرفتن وقت سفارت الان سخته، کلا همیشه سخت بوده به خاطر اینکه بعضی‌ها قبل از اینکه اصلا پذیرش بگیرن وقت میگیرن و جای آدمای دیگر رو متاسفانه پر میکنن. وقتی که میرین برای سفارت حدودا 5 دقیقه تا 20 دقیقه اینطورا طول میکشه که مصاحبه بشین. بستگی داره که اون آفیسر چقدر بخواد سوال بپرسه، چقدر کیستون حساس باشه، یعنی که چقدر براش کلیر باشه، بخواد درجا تصمیم بگیره. وقتی که میرین برای سفارت یه سری مدارک رو باید با خودتون ببرین. یک همچین چیزی با خودتون ببرین، از این داکیومنت ها همه رو داشته باشین، بذار به ترجمهش و هر چیزی که دارین با خودتون ببرین، چون که ممکنه همون لحظه یک سوالی بپرسه و شما اون مدارک رو با خودتون نداشته باشین. پس حتما یه دونه از این فایل تهیه بکنین و همه چیز رو با خودتون ببرین. اما مدارک خیلی خیلی مهم شامل I-20 تون میشه اگه که دانشجو هستین، که در واقع یک فایلیه که توش راجع به فاندینگتون توضیح داده. مثلا اگه جدول کشیده گفته که هزینه ها انقدره و درآمد این فردم به صورت فول فاند یا حالا پارشال فاند که هست انقدره. تمکن نمیخواد ارائه بده، یعنی که اگه که مثلا پارشال فاند هستین انقدر دیگه بعد تمکن بده. و علاوه بر اینها بعد سی وی خودتون رو ببرین، اگر که سوپروایزر دارین سی وی سوپروایزرتون رو با خودتون ببرین، و همینطور یک فایل خیلی مهم به اسم ریسرچ پلان. اگه نمیدونین ریسرچ پلان چیه میتونین سرچ بکنین، ولی خب اگه خواستین بهم تو کامنت ها بگین که براتون یه ویدیو هم درست بکنم راجع به ریسرچ پلان، چون یک فایل یک صفحه یا دو صفحه‌ای هستش که استادتون بعد بهتون بده که بگه که دقیقاً قراره توی این 5 6 سالی که دارین پی اچ دی میخونین روی چی میخواین کار کنین، به چه اپلیکیشن هایی دسترسی دارین، برای اینکه دسترسی حساسی دارین یا نه. نکته بعدی خب پاسپورتتون منطقاً بعد به خودتون عکس ببرین، واسه اون حالتی که اگه قرار شد همونجا بهتون ویزا رو بدن. باید تایید DS-160 تون رو به خودتون بدین که یک فرمیه که قبل از اینکه برین سفارت پر میکنین. تایید پرداخت سرویس فی هستش که واسه گرفتن وقتتون هستش. و حالا اگر که فول فان نیستین بک استیتمنت بعد به خودتون ببرین، یا حالا مثلا تراکنش هایی که توی 6 ماه اخیر داشتین. همین خلاصه اینا مدارکی هستن که بهتره به خودتون ببرین. اگر که فارغ التحصیل شدین میتونین به خودتون مدارک فارغ التحصیلتون رو ببرین، مثلا اون دانشنامه که دارین به ترجمهش، و اگر که سربازی داشتین کارت سربازیتون رو به اضافه ترجمهش با خودتون ببرین. اگر که همراه دارین بعد سند ازدواج به اضافه ترجمهش رو با خودتون ببرین، و خلاصه هر چیزی که دارین رو با خودتون ببرین. اما اونجا مدارک مهمی که ازتون میخواد همینه هستش که بهتون گفتم. وقتی که میرین پیش آفیسر توی یک لاینی وای میستین، بعد به ترتیب سوالاتون میکنن و اون آفیسر از شما یه سری سوال میپرسه. مضمون اصلی سوال ها اینه که شما میخواین مهاجرت بکنین که برگردین. در واقع اسم این نوع ویزایی که شما دارین میگیرین ویزای غیر مهاجرتیه، یعنی شما میخواین برین درستون رو بخونین و برگردین به کشور خودتون. حالا شاید خیلی هایی که در این ویدیو نگاه میکنن اصلا نمیخوان برگردن، میخوان که گرین کارت بگیرن همونجا بمونن انشالله. اما
چیزی که ما باید بگیم و جوری که ما باید قانع بکنیم اون آفیسر رو تاثیر مستقیم میذاره توی اینکه شما ریجکت بشین یا ریجکت نشین. یه سری موارد هستن که تاثیر گذارن. یکیشون رشته ای هستش که میخوایم بخونیم، دومیش دانشگاهه. مثلا اگه که دانشگاه ایرانتون خیلی خوب بوده، اگه میخوایم مهاجرت بکنیم به این آمریکا، بعد دانشگاه که میخوایم بریم بهتر دانشگاه ایرانتون باشه. بعد بتونین توضیح بکنین که چرا این پی اچ دی یا این مسترزی که میخوایم بخونین توی ایران اونقدری که برین توی آمریکا براتون فایده نداره. در واقع شما باید ببینین که اونجا فرصت‌های بهتری وجود داره واسه اینکه میخوایم پیشرفت بکنیم، واسه اینکه میخوایم درس بخونین، یاد بگیرین و برگردین به کشور خودتون خدمت بکنین. اما در عین حال شما باید حواستون باشه که روی یک سری فیلدها کلاً نمیشه کار کرد. مثلا رشته نفت اگه شما تو ایران کار کرده باشین یعنی که میخواین برین کار بکنین، چون رشته حساسیه درجه ریجکته و اصلا کار به کلیرنس هم نمیکشه. یا یک سری از موارد خاص واسه کاری که تو روباتیک هستش، چون میتونه کاربرد نظامی داشته باشه خیلی خیلی حساسه. کارهای هوش مصنوعی توی قسمت‌های روباتیک باز هم خیلی خیلی حساسه. و شما باید خودتون رو به شکل خیلی خیلی سیف و ساده توضیح بدین، همون اندازه‌ای که شما اومدین خودتون رو پیچیده و خفن توضیح بدین برای استاد موقع اینترویو دانشگاه مقصد، باید خیلی آسان‌تر خودتون رو توضیح بدین. چون کسی که آفیسره خب لزومن خب تو تخصص شما هیچ سررشته ای نداره، وقتی که خیلی پیچیده توضیح بدیم براش سردرگم میشه و اینطوری میشه که خب من بعد این کیس رو بفرستم کلیرنس که راجعش بیشتر فکر بکنم. خلاصه بذاریم بریم سراغ سوالایی که من آماده کرده بودم. میخوام بهتون بگم که توی اون برهه و توی این چند سالی که الان رو بچه ها صحبت میکنم و خب یه سری اطلاعات کسب کردم، به نظرم چی بگیم بهتره و اینکه حتما شما هم یه برگه داشته باشین، توش سوالا رو بنویسین، آماده بشین برای سوالا که نخواهیم اینجا یه هوشروکه بشین. و اینکه هیچ وقت سوالا و جواباتون رو حفظ نکنین، به خاطر اینکه وقتی دارین حفظ میکنین اون آفیسر متوجه میشه که دارین یه چیزی رو از حفظ میگین، پس بهش القا میشه که شاید شما دروغ میگین و به خاطر lack of honesty ممکنه شما رو ریجکت بکنن. اینکه شما یک خویشاوند مثلا اقوال درجه یکتون توی اون ایالت باشه خیلی حساسه. شما ممکنه بگه که شما دارین میشه خویشاوندتون و میخواین اونجا بمونید، پس بهتر که اون استیتی که دارین میرین کسی رو نداشته باشین و بگین که من چون کسی رو ندارم و دارم میرم فقط درس بخونم و اینا، بهش میخوام برگردم ایران. اکثر بچه‌ها که دارن میرن برای دکترا میگن که ما میخوایم برگردیم ایران و استاد دانشگاه بشیم. این خیلی کامنه، یعنی همه همینو میگن. اما سعی کنین که اگر که رشتهتون میخوره یک جواب دیگه هم آماده بکنیم. مثلا من چیزی که گفته بودم این بود که من چون فیلدم یه حالتی هستش که تو بیمارستان میتونم کار بکنم، میخوام برم برگردم و توی بیمارستان ها مشغول به کار بشم و توی یک پوزیشن ریسرچ تو ریسرچ سنتر که قبلا کار کرده بودم میخوام دوباره ادامه بدم با یک پوزیشن بهتر. خب بریم سراغ سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد، ممکنه که ازتون بپرسن. اولین پرسه که خب پرپس این ویزا چیه؟ و خب شما میدونین که میخواین برای F1 ویزا اقدام بکنین، اگه دانشجو هستین، اگه پست داک میخواین برین برای J1 رو اقدام میکنین و خب همراهتون هم میشه F2 یا J2 و رشتهتون رو میگین و اون دانشگاهی که میخواین برین. همین. آها یه نکته هم همینجا بهتون بگم که وقتی که از شما سوال میپرسن خیلی تو د پوینت جواب بدین، بیشتر از حد توضیح ندین، چون ممکنه که وقتی دارین بیشتر از حد توضیح میدین یهو از توی جوابی که دارین میدین یه سوال جدید براش پیش بیاد و بیشتر کانفیوز بشه. و کلا میگن که همیشه تو دپوینت جوابتو بده که بیشتر از سوال نپرسن. و ممکنه هم هستش که شما مثلا برنامه‌ریزی کرده باشین که یک نکته مهم رو آخر جوابتون بگین و یه واسه حرفتون بپره و نذاره که تمامش بکنین، پس سریع اون جوابی که میخواین بدین رو بگین تا زیادی طول نکشه و بتونین همه حرفاتون رو بزنین. سوال بعدی ممکنه این باشه که چرا حالا میخوای بری آمریکا؟ چرا مثلا یه کشور دیگه نه؟ چرا تو ایران نمیخوای بخونی؟ که سری جوابایی هستش که خیلی میتونه کاهن باشه و من بهتون میگم که شما هم چون استفاده بکنید. یکیش اینه که چون دانشگاه های خوبی داره آمریکا، چون که ریسرچ اینترست سوپروایزرتون توی اون دانشگاهی که میخواین برین خیلی شبیه ریسرچ اینترست خودتون هستش. دوم این که اوتستندینگ ریسرچر ها توی اون دانشگاه هستن، شما اگه برین توی اون لب کار بکنید با آدم های خیلی خوبی میتونید نتورک بکنید، میتونید خیلی علمتون رو بالاتر ببرین. دیگه اگه مثلا بازم وقت داشتیم تو راجعه صحبت بکنیم که اتمسفیر خیلی خوبی اونجا داره واسه اینترنشنال استودنت ها خیلی خوبه. اگه دانشگاه خوبی دارین میرین به رنکینگ دانشگاه میتونین اشاره بکنین، مثلا میگین که دانشگاه فرزن فلوریدا رنک 28 بوده توی دانشگاه های آمریکا و خب توی دانشگاه فارماسیا رنک 5 بوده و خب خیلی خفن بوده
و حالا میتونیم بالاخره رنکینگ ها رو بگردیم و ایسا خیلی خوب پیدا بکنیم. بحث بعدی هم من چیزی که نوشته بودم equal opportunities for everyone to focus on the research و یه موضوع خیلی مهمیه به خاطر اینکه شما باید بدونین که اون یک international student داریم یک جایی که فرصت های مساوی برای همه وجود داره و حالا حتی اگه نباشه هم بهتر که اشاره بکنیم. سوال بعدی ممکنه این باشه که الان داری دقیقا چی کار میکنی؟ اگه فارغ التحصیل شدی خب داری کار میکنی، برای راجع به اون تجربه کاری صحبت بکنی. برای من چون من هنوز فارغ التحصیل نشده بودم گفتم که من ترم آخر رشتم هستم و قراره که یه ماه دیگه فارغ التحصیل بشم و خب چون کاری نکرده بودم تجربه کاری نداشتم توی ایران خیلی هم سوال بیشتری نپرسید. و سوال مهم بعدی در رابطه با ریسرچ پلنتون هستش که قصد این سوال رو ازتون میپرسه. واقعا بعضی هاشون شانسیه ولی اینی که قطعیه میپرسه که خب ریسرچ پلنت چیه برای اون کاری که میخوای بری توی آمریکا انجام بدی. اینجا بعد یک پاراگراف آماده بکنی و خیلی ساده بگی که دقیقا میخوای چی کار بکنی. من جواب خودم رو نمیخونم به خاطر اینکه خیلی شخصه جواب هر کسی و میخوام که وقتی دارین به این قضیه فکر میکنین یه جوری فکر کنین که انگار دارین به یک بچه 5 ساله توضیح میدین، نه خیلی کامپلیکیتد بکنین، نه عوضش بکنین تش پلنتون رو و نه اینکه دروغ بگین. من ممکن پرسه که با چه اپلیکیشن هایی کار میکنین، مثلا برای من کلینیکال اپلیکیشن های NLP بودش. بعد پرسه که خب ریسرچ دیگه هست که قرار کار بکنی. بعد پرسه که دیگه مثلا روی چه قضیه هایی دارین کار میکنین، پیش بینیتون چیه، اینکه مثلا قرار که چه آوتکامی داشته باشه واسه جامعه، که مثلا اگه حوزه هلسکر هست میتونیم بگیم که مثلا خب میتونه رو کوالیتی آف لایف مردم تاثیر بذاره، قرار که توی زندگیشون تاثیر مثبت بذاره و خب براشون خوبه. نکته بعدی اگر که سلف فاند باشین خصوصا ازتون میپرسن که خب فاندتون پولتون از کجا داره میاد، آیا نیاز دارین که کسی از ایران براتون پول بفرسته یا نه. و خب برای سلفان یه مقدار این قضیه پیچیده است، من چون خیلی نمیدونم نمیخوام روش خیلی صحبت بکنم، اما اگر که فول فاند هستیم میگه که نه من به هیچ پولی نیاز ندارم، من دانشجوی فول فاند هستم، آخرم به اندازه‌ای هستش که نیاز نشوشم پولی بخوام چنج بکنم. و ممکن که ازتون راجع به شغل پدر و مادرتون بپرسن که اینجا هم همونطور که خواستیم میتونین جواب بدین و اگر که شغلشون حساس بوده مثلا اگه تو حوزه نفتی کار میکنن بهتر که بهش اشاره نکنین. سوال مهم بعدی که این هم 100% ازتون میپرسن اینه که بعد از اینکه گریجویت شدین، بعد از اینکه توی آمریکا درستون تموم شد، میخواین چیکار بکنین؟ که اینجا 100% بعد به اینکه میخوام برگردم ایران و اینجا بعد بگین که هدفتون وقتی که برگشتین ایران چیه. حالا اکثرا میگن که میخوام یه پروفسور بشم یا مثلا میگن که میخوام برم توی فلان جا کار بکنم. پس باید یه ذهنیتی داشته باشین که اگه ازتون پرسید چه چیزی میخواین جواب بدین، اون پس شما بعد از فارغ التحصیل چی میتونه باشه. و نکته های بعدی after graduation، این سوالی که بعد از graduation هستش، اینجا دیگه بهش میگن تای. تای میشه دلیل برگشتن شما به ایران. این وسط خیلی ها تای عاطفی رو هم بیان میکنن که به نظرم 100% بیان بکنیم، مثلا میتونیم بگیم که پدر مادرم سنشون داره میره بالا و من باید برگردم پیششون باشم مراقبت بکنم ازشون. اگه تک فرزند هستیم میگیم که خب پدر مادرم کسی دیگه جز من ندارم، من وظیفه‌مه که برگردم ازشون تیک کیر بکنم. اگر که پوزیشن کاری بهتون آفر دادن یا اینکه حتی میتونین بگین که من یک آفری دارم توی این شرکت توی این دانشگاه که اگر برم این PhD رو بگیرم برم این درس رو بخونم میتونم برگردم و اینجا مشغول به کار بشم. و مثلا چیز دیگه که هست میتونین بگین که خب من به دانشگاه خودم رو مدیون میدونم بعد برم و اونجا هم تدریس بکنم و دوست دارم کسی که یاد گرفتم و بقیه هم منتقل بکنم. سوال بعدی اینه که چرا ایران نه؟ چرا تو ایران نمیخوای این رشته رو بخونی؟ و دیگه این برمیگرد به این که خب هر چیزی میتونیم بگیم دیگه. واسه من خب زیر ساختای پرونده الکترونیک سلامت ها توی بیمارستان ها خیلی ضعیف بود و من عمرم نمیتونستم کاری کردنم انجام میدم و اونجا انجام بدم. و خب اینجا میتونستم بگم که مثلا الان زیر ساختا خوب نیستن، اگه منم 5 سال درس بخونم برگردم قطعا خیلی بهتر میشه و میتونم اون موقع اون چیزی که میخوام رو انجام بدم. به این پرسه که چرا حالا میخوای پروفسور بشی؟ چرا میخوای استاد دانشگاه بشی؟ که میتونی بگی که It has a good social status. Teaching is the joy of my life. یا حالا هر چیزی که دوست داری. و میتونی بگی که من به دانشگاه خودم مدیون میدونم و بکگراند من خیلی یونیک، آدم های خیلی کمی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. پس اگه من برگردم یا آدم خاصی هستم که میتونم حقوق خیلی خوبی هم بگیرم. و سوال بعدی اینه که حالا اگه نتونستی بری دانشگاه کار کنی میخوای چی کار کنی؟ که اینجا دیگه باز باید جواب داشته باشی، مثلا میتونی بگی که من توی بیمارستان میخوام کار بکنم، به عنوان ریسرچر توی ریسرچ سنتر میخوام کار بکنم و اینا. و
بحث بعدی هم خب فاندینگی که بهتون گفتم، اینجا هم باز باید اشاره بکنیم که توی فاندینگ، توی آفر که بهتون دادن، در واقع میتونین آفر رو در بیارین به طرف نشون بدین که توی این آفر که من دادم من فول فاند هستم، هزینه هم همه کاور میشه، شهری هم کاور میشه و نیازی ندارم که چیزی بخوام چنج بکنم از ایران. و سوال بعدی هم میتونه این باشه که حالا چرا مثلا میخوای روی این هیته کار بکنی دیگه. این سوال خیلی جزئی هستش که بستگی به ریسرچ خودتون داره. و من سوال بعدی که داشتم این بود که برای من، چون من تغییر رشته داده بودم، اما قطعا این پرسید که خب تو که مثلا اگر رشته دیگه خونی چرا الان میخوای تغییر رشته بدی به این رشته. و خب جوابی که آماده کرده بودم این بود که خب ریسرچی که میخوام انجام بدم کاملا الاین با اون چیزی که من کار کردم تو ایران و فقط اسمش متفاوته و اینکه خب من یک روندی رو داشتم، یک داستانی رو تهیه کردم واسه خودم و الان به این نتیجه رسیدم که اگه روی این حیطه کار کنم خوشحالترم و بهترم تو عمل بکنم. بعد ممکن از اون بپرسه که خب وقتی که رسیدین آمریکا توی اون رشته که دارین درس می‌خونین چه کورسایی باید پاس بکنین که اسم 3-4 تا کورس رو ذهنتون داشته باشین. میدونم خیلی سخته چون که هنوز انتخاب واحد اصلا نکردین، ولی خب برید تو سایت دانشگاه که 3-4 تا رشته رو، در واقع 3-4 تا کورس رو تو ذهنتون داشته باشین که ازتون پرسید بتونین بهش بگین. و بحث بعدی هم اینه که میتونین بگین که خب مثلا من ریسرچم فول تایمه و قراره که روی اون حوزه کار بکنم، نیازی به اینکه کار اضافه تر بکنم توی محیط خارجی ندارم. به خاطر اینکه شما باید ذهنتون داشته باشین که وقتی با ویزای F1 داریم مهاجرت میکنیم به آمریکا، اجازه کار آف کمپس نداره، نمیتونیم بریم اضافه تر کار بکنیم و درآمدی داشته باشیم، غیر قانونیه. و سوال بعدی هم که حالا من برام نوشته بودم بود که حالا چرا نمیخوای بری الان تو سند کار بکنی، میخوای بری درس بخونی؟ که سوال من علاوه جواب من این بود که من دوست دارم که پروفسور بشم و کانتریبیوت بکنم توی سند همزمان این کارو انجام بدم. و خلاصه داستان اینه که کل این صفحاتی که من نوشتم، کل این سوالاتی که من نوشتم برای اینه که من واسه هر سوالی خودم آماده بکنم و انقدر اینو تمرین بکنم با خودم که وقتی که ازم سوال پرسید خیلی نشرا جوابشو بدم و متوجه بشه که آقا من واقعا میخوام برم که برگردم. و نهایتا هم این که اگه پیپری داشتین، خب باید همه پیپراتون رو لیست بکنین، با خودتون باید ببرین پیپراتون رو، خصوصا اگه پیپر خاصی دارین و قطعا اینا بررسی میشه و نگاه میکنن که موقع موارد حساس توش توش نوشته نشده باشه. برای لیست رشته های حساس و موضوعات حساس هم بهش میگن ال که میشه تکنولوژی الرت لیست که براتون کل موارد رو نوشته. منتها نترسیم به خاطر اینکه داخل اون لیست همه چی تقریبا هستش و قرار نیستش که حالا همه ریجکت بشن. و نکته بعدی هم اینه که تجربه بچه ها رو حتما بخونید و حتما ببینید که بقیه بچه ها چه تجربه توی سفارت داشتن، ازشون چه سوالایی پرسیدن. ما حتی آفیسرها رو هم میشناختیم، مثلا آفیسر موبلون داشتیم، آفیسر کچل داشتیم، حتی یکی بود بهش میگفتیم جان که چشم آبی و عینکی بود و قد بلند و لاغر و من که آفیسر مومش بودم، حالا فکر کنم از اونجا رفته، از دبی فکر کنم رفته، اونجا نیستش. ولی خلاصه داستان این که نگران نباشین، اگه آماده باشین شما در واقع اون کاری که باید انجام دادین رو انجام دادین و باید دیگه برین و بقیه‌اش رو بسپرین به سرنوشت. و پیشنهاد منم اینه که اگه که برای آمریکا دارین اقدام میکنین، حتما برای یک کشور دیگه هم آماده باشین که اگه 1% خدای نکردتون نیومد یا اینکه ریجکت شدین به دلیل حالا اینکه تایتون کافی نبوده یا اینکه طرف حال نکرده بهتون ویزا نداده، یه جای دیگه هم داشته باشین که بتونین اصلاً از پاسپورت از کشور خارج بشین، چون که با وضعیت دلار الان واقعا ثبت کردن یکم کار خیلی خیلی سختیه. همین دیگه، این چیزا رو می‌خواستم بهتون بگم. اگه که خواستین راجع به ریسرچ کردن هم براتون ویدیو میذارم و سعی میکنم که تو ویدیوی بعدی راجع به سفارت کانادا هم توضیح بدم، چون که من جفتشو خودم انجام دادم و واقعا بره سختی بود به خاطر اینکه کلی محتوا میدیدم و هیچ کدوم کافی نبودم، بعد همه رو نگاه میکردم، همه رو کنار هم دیگه میذاشتم و واقعا اینکه خودت بخوای انجام بدی و نخوای هزینه بکنی و بیرون بدی خیلی کار سختیه، چون که آدم دیگه یه جای بعد برن اوت میشه، دیگه فرسایشی میشه رقم واسش. ولی اینو میام بهتون میدم که وقتی که کلی صبر میکنی، وقتی که کلی تلاش میکنی، وقتی که میرسی اینجا همه چی خیلی بهتر میشه. همین، امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین، یادتون نره که واسم کامنت بکنین، نظرتون رو لایک بکنین و چنل رو هم سابسکرایب بکنین و حمایت هم بکنین، چون که خیلی سخته وجود کل این کاری که دارم انجام میدم ویدیو هم درست بکنم. همین دیگه، فعلا خدافظ.